بهار داره میاد، طبیعت داره باصفا میشه، خدا داره قدرت نمایی میکنه، یحیی الارض بعد موتها. ببین چطور از دل شاخه خوش و یخ زده شکوفه به اون زیبایی رو بیرون میاره. اگه دلت میخواد همونطور که هستی داره نشاط میگیره، دلهای همه این عالم هم نشاط بگیره، یعنی هیچ گرفتاری تو این دنیا نباشه، هیچ دردمندی نباشه، هیچ بدهکاری نباشه، هیچ بیماری نباشه و هیچ خجالت کشیده ای از زن و فرزند نباشه، یک راه بیشتر نداریم، باید امام زمانمون بیاد. خیلی هم نزدیک شدیم به ظهورش. این مشخصات با این همه زیباییش مربوط به دنیای پس از ظهور امام زمانمونه. نگو نمیشه، نگو جزء محالات. یه زمانی خدا به نوح دستور داد وسط بیابون کشتی بساز، همه خندیدن چه کار داری میکنی، اینجا داری کشتی میسازی، ولی دیدن همون طور شد. اون طوفان، موجهای اندازه کوه، همون مسائل واقع شد. الانم همینطوره. امام زمانمون که بیاد دنیا به این زیبایی میشه، بدون فقر، بدون گرفتاری، بدون بیماری. اگه این دنیا رو میخوایم، الان یه زمان خوشگل دم دستمونه، زمان تحویل سال. خیلی منحصر به فرده، اصلا شاید زمان با این مشخصات ما در طول سال نداشته باشیم. شرق تا غرب کشور، شمال تا جنوب، همه متمرکزن روی این لحظه، همه انتظار میکشن که این لحظه فرا برسه، همه با هم جمعن، الان وقتشه. ید الله مع الجماعه از لحاظ علمی هم اثبات شده. برید ببینید تحقیقات اون دانشمند ژاپنی به نام ایموتو ماسارو. ایشون 10,000 آزمایش روی آب انجام دادن. یکیش این بود، یه لیوان آب گذاشت یه جایی و به یک جمعیتی گفت صدها کیلومتر اون طرفتر، شما این لیوان آب و مد نظرتون داشته باشید و دعا کنید. نتیجه آزمایش این شد، بعد از دعای دست جمعی از راه دور آرایش مولکولی آب اون لیوان خیلی زیباتر شد. این قدرت دعای دست جمعیه. 1,000 سال پیش تو روایات ما اومده اینا، ولی الان از این فرصت استثنایی استفاده کنیم. تو این لحظه ای که همه داریم انتظار تحویل سال رو میکشیم، یکم هم به امام زمانمون اختصاص بدیم، انتظار امام زمانمون رو داشته باشیم. یه لحظه کار سختی نمیخواد بکنی، چشماتو ببند، دلتو بفرست پیش خدا، از منتهای وجودت به خدای خودت بگو خدایا امام زمان ما رو برسون اون دنیای زیبا. باور کن در چند قدمی ماست.